بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. کوچه ایرانیان. با درود فراوان به شما، بیننده برنامه کوچه ایرانیان هستید و ما همچنان به مسائل کوچ کنندگان تاریخی ایران میپردازیم. کوچ کنندگانی که جهت پیشرفت ایرانی پیشرفته مانند دکتر امیراسلان افشار و یا جهت دسترسی به آزادی و برابری مانند دکتر جهانشالو افشار در طی 100 سال گذشته فعال بودند. به هر حال در این هفته نیز گفتگو با دکتر جهانشالو افشار معاون پیشوری را ادامه می دهیم. آقای افشار در سن 99 سالگی درگذشت و این گفتگو در سن 94 سالگی او انجام شده. در برنامه گذشته او به نحوه کشتن پیشوری توسط مقامات اتحاد جماهیر شوروی اشاره داشت و اینجاست که شما به بیراه رفتن یک حزب سیاسی مقتدری مانند حزب توده که آمال و آرزوی قشر گسترده‌ای از جوانان دیروز کشور ما بود پی میبرید و سرنوشتی شاید بتوان گفت به نوعی قابل مقایسه با سرنوشت آخرین پادشاه ایران که برای چندین سال به استقرار قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه یاری داد و ژاندارم خاورمیانه شد، ولی موقعی که منافع آمریکا برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی همراهی با یک حکومت اسلامی را ترجیح میداد، شاه را حذف کردند. همانطور که حکومت شوروی تشخیص داد باید پیشوری را حذف کند. البته شاه درست است که در آن روزها ملت را به همراه خود نداشت، ولی ارتش نیرومند را داشت که میتوانست از فروپاشی جلوگیری و امنیت را تامین کند. متاسفانه منافع قدرت‌های بزرگ جهانی هنوز هم نقش تعیین کننده در کل خاورمیانه بازی می‌کنند. حالا از پیشوری عقدن یک مجسمه بر مزارش باقی است. او هم یک انسان وطن پرستی بود که به دام قدرت‌های بزرگ جهانی افتاد. بگذاریم. برمیگردیم به منزل دکتر جهانشالو افشار که در سن 95 سالگی در زیبل اشتراسه شهر برلین برای ما از راز کشتن پیشوری و یک دنیا اطلاعات دست اول میگوید. پیشوری با من از یکی از شهرهای آذربایجان سر راه یک تلفنی کرد. در زمانی که از ایران خارج می شد؟ زمانی که از باکو رفتن به اصطلاح دهات. سر راه یکی از شهرها که می خواست خارج بشه گفت که پسر من رو، پسر آقای فرمانده حزب اینجا، خواهش کرده که اونجا بمونه چند روز با او، برگشتن اونو با خودم ببرم. همون موقعی بود که بعداً اون رو خطاشش کردن، اون اتفاق افتاد. اون اتفاق افتاد. این نکته رو توجه کردی؟ کاری کردن که پسرش همراه نباشه. نمیخواستن او ببینه اینو، یا اینکه ببینه این زنده است بعداً میکشن، یا اتفاقی که افتاده ببینه. بعداً اون پسر اون رو بعداً خودشون آوردن به باکو. آقای افشار، به هر حال این ترور، این نکته خیلی مهمه، بی اندازه. به هر حال این ترور یا اتفاق یا کشتن هر چه بود روی شما هم تاثیر گذاشت، درست؟ البته. پس از اون روحیه شما چگونه بود؟ روحیه دیگر همکارانتان چگونه؟ حالا اجازه بدین که من یه نکته دیگرم اینجا بگم، توضیح بدم. غلام یحیی مونتو بود، همون قلیوفی که اونجا ما رو از تبریز بیرون کرده بود، اونم اونجا بود. این اشخاص هم اون تو اتومبیل بودن. ببینید، غلام یحیی با شما بود؟ غلام یحیی با ما نه، با اون بود، با پیشوری بوده.
غلام یحیی و اونم ظاهرا یه زخمی گریه‌ها گرفته بودن که اون و اون قلیوف هم همینجور قلیوف پاش شکسته بود اونم چی بود ولی پیشه‌وری هیچی نشد اینجا چه خود خلاص برشته بود مقصودم اینه که قضیه رو بعد از عمل اینجور شده یعنی بعد از اون که دیدن پیشه‌وری نمرده در اون حادثه بلند شده و وایساده دیگران هم ازش از بوه شیفجرایی میکنه سوار ماشین میکنه خود او رو بردن کشتن یعنی بردن همه اینا رو بیمارستان همه رو در بیمارستان برای تسکین بهشون تزریق کردن تزریقی که به اون کرده بودن اون چی بود یه سمی بود که تمام بدنش متورم شده بود در نتیجه باز غلام یحیی زنده مانده بود غلام یحیی زنده مون اون سرهنگ هم زنده مون همشون زنده موندن تزریقی که به اون تزریق برای بیمارستان اینا رو برای این بردن که به پیشوری تزریق کنن بفرمایید آیا شما با غلام یحیی بعدن در این مورد صحبت داشتید؟ غلام یحیی نه هیچ دیگه اصلا صحبت چون مسئله برای من روشن بود هیچ صحبت نکردم اصلا بله هیچ جا دیگه بیان نشد که نخیر هیچ احتیاجی نبود چون معلوم بود قضیه چون عوامل همین عواملی که عرض میکنم یکی بر از دیگری بود پسرش اونجا نگر داشتن همراهش نباشه بعد از اینکه اتفاق افتاد و ماشین واژگون کردن پیشه‌وری تقریبا سالم مونده بود پیشه‌وری رو بردن بیمارستان برای تسکین قلبش بهش تزریق کردن چی تزریق کردن نمیدونم بله شما اون موقع پزشک بودی یا بعد از اون پزشک نه پزشک بودم بله پزشک بودید بله بفرمایید به هر حال روی روحیه شما تاثیر گذاشت ولی چه مدتی اعضای حزب پس از اون دوباره در باکو یا قفقاز اون موقع یا آذربایجان موندگار بودید نه بعد از اون بلافاصله جلسه کردن در جلسات آقای پادگان رو به عنوان صدر حزب تعیین کردن پادگان تا اون وقت چون صدر تشکیلات تبریز بود شما حزب که میفرمایید منظور شما فرقه دموکرات فرقه دموکرات آقای پادگان رو به عنوان اینکه پیرمرد بود و سابقه دار بود اونو صدر حزب گذاشتن بندر هم همون مسئول تبلیغات گذاشتن غلام یحیی هم مسئول تشکیلات گذاشتن قبل از اون مسئول تشکیلات نبود بله ولی اونجا بعد از اون جریان مسئول تشکیلات گذاشتن پس باز یک مدتی شما در اونجا موندگار شدید در اونجا موندگار شدیم یک بله موندگار نمیدونم یک سال بود دو سال چند سال بعد از ما چند سال موندگار شد بله. منم که بعد از اون که از اونجا رفتم چند سال موندگار شد شما از اونجا بعدن به مسکو رفتید بعد از این من به مسکو رفتم یعنی اینجوری شد که تقاضا کردم که من مدرسه عالی مسکو بفرستم برای تحصیل موافقت کردن منو فرستادن به مدرسه عالی مسکو برای تحصیل بله این که اونجا بودم و اون وقت موقعی که اونجا چهار سال تحصیل تموم میشد اشخاصی که از بخش‌های مختلف حزب اومدن حزب جمهوری های دیگه اومدن برمیگردن به اون همون جمهوری بله. در جز دستگاه رهبری میشن بله. من خواهش کردم از حزب توده که یک اقدام بکنن که من در مسکو بمونم کامبخش اقدام کرد و منو استثناءً اجازه دادن که در مسکو بمونم خب آقای جانلوفی افشار بفرمایید که حزب توده در کنار فرقه دموکرات نقشش چه بود؟ حزب توده در کنار فرقه دموکرات نقش خود حزب مخالف بود اصلا برای تشکیل فرقه دموکرات به معنای نه اینکه بخشی از حزب توده بلکه علاحده و آزاد مخالف بودن تمام حزب توده مخالف بودن یک نفر بود که اون رو بنا به دستور مقامات شوروی انجام میداد و اون کامبخش بود. صحیح. پس موقعی که شما در مسکو بودید حزب توده هم اعضای حزب توده یا سران حزب توده هم در مسکو بودن. بله. بله. و ما بعدها میدونیم که اینها به شهر لایپزیگ آلمان شرقی اون مسئله آخره. بله منتقل شدن. دقیقاً.
و خب حالا قبل از اینکه منتقل بشه این حزب و یا اعضای حزب فرقه دموکرات به آلمان شرقی، فعالیت شما چه بود در اون سالها؟ فعالیت من این بود که اونجا مطابق دستور کمیته درخواست و دستور کمیته مرکزی حزب توده، من بازگشتم از فرقه به حزب. آه صحیح، دوباره به حزب برگشتم. بله، من حالا منظورم پس از پایان تحصیل شما بود که چه فعالیتی داشتید شما تا روزی که به آلمان تشریف آوردید؟ فعالیت من از حوزه حزب، حزب حوزه داشت و فعالیت حزبی داشت، مسائل حزبی پیش می آمد. این حزب توده البته، من چون جزء حزب توده بودم همیشه در جلساتشون منم منظور می کردن، ولی فعالیت دیگری اونجا نداشتیم. یعنی فعالیت دیگری که ما که مربوط به حزب توده باشه در واقع نبود. به عنوان پزشک هم شما فعال نبودید؟ به عنوان پزشک من کار میکردم. آه، پس کار میکردید به عنوان پزشک. منو بنابر درخواست خودم فرستادن به انستیتوی هورمون شناسی، اندوکرینولوژی در مسکو، چون یک انستیتویست که نظیرشه که در پاریس بود، یکی هم در مسکو. من فرستادم اونجا به درخواست خودم که تخصص اندوکرینولوژی هورمون شناسی بود و من متخصص شدم در اون کار. در جلسات حزب توده در مسکو که شرکت می‌کردید، چه افرادی اون موقع در رأسش بودن؟ در رأس حزب چه افرادی بودن؟ در رأس حزب کامباش بود. بله. اسکندری بود. البته کیانوری و تبری چی؟ بله، تبری، تبری هم به اصطلاح چی بگم، منشی بود. بله. صحیح. ولی کیانوری بعداً وارد حزب تو حزب تودش کردن. کیانوری اطلاعات مارکسیستیش خیلی کم بود. یک کیانوری یک به اصطلاح مهندس بسیار، آرشیتکت بسیار باسواد بود و یک توده مارکسیست کم سواد. آلمان تحصیل کرده بود. آلمان تحصیل کرده بود. ولی در راجع به مارکسیز اطلاعاتش خیلی محدود و ناچیز بود. چگونه است که در چند جایی من خواندم که اون دورانی که حزب توده در تهران فعال بود، در ایران فعال بود، بعد از ارانی رو عرض میکنم، نقش ایشون رو خیلی بازدارنده میدونن. نقش ایشون رو منفی بود. منفی بود، ولی یک نقشی داشت، به هر حال حضور داشت، حضور داشت، حزبی ولی بود. ولی نقشش بیشتر منفی بود و به نفع دیگر احزاب، نظریت دیگر احزاب اجرا میکرد. بله، وابستگیشون فکر میکنم تا اونجا که من مطالعه کردم به حزب کمونیست شوروی بیشتر از همه بوده، درسته؟ وابستگی ایشون به حزب کمونیست شوروی بعدها اون هم باید گفت که در نتیجه پیشنهاد کامبخش بوده. صحیح. نه شخصیت خودش. بله، متوجه میشم. بله. بله. خب بفرمایید، شما بعد از مسکو مستقیما به آلمان آمدید. بله. سالهایی بود که اعضای حزب توده به لایپزیگ رفته بودن. بله بله. در البته وقتی رفته بودن ما در مسکو که بودیم، در واقع در نظریات حزبی همیشه نظریات منو شرط میدونستن. بله. یک مسئله دیگری میخواستم به همین جور خدمت رو عرض کنم که بله، در این بعدیش این مسئله رو بدونید، چون من این نمیشه که در کتاب ننوشتم. ما در مدرسه، در اون قسمت اندوکرینولوژی، تحصیلات من در یک انستیتوی بود که به اسم انستیتوی اندوکرینولوژی بود، انستیتوی هورمونی. اونجا منو از مسکو بعد از مدرسه حزب بر حسب خواست خاص خودم منو حزب کمونیست فرستاد به اونجا. اونجا کسی رو قبول نمی کردن. بنابرای دستور حزب من پذیرفت. اونا خودتون گفتن. یک چیز سکرت اونجا میخوام بهتون بگم که یک سرهنگی بود در هر اینستیتوت، هر مؤسسه‌ای
یک مأمور سازمان امنیت بود، کاگبه مأمور. کسی که اونجا مأمور بود یک سرهنگ سازمان امنیت بود، البته لباس سرهنگی سرش نبود، ولی من خودش من گفته بود که سرهنگ سازمان امنیته. اون با من خیلی مأنوس شده بود و یک بار من گفت نظری که حزب کمونیست شوروی درباره اشخاص میده در پرونده شون هست، نظری که درباره شما داده یعنی درباره من داده. گفت تا به حال من درباره هیچ کس ندیدم. نگفت چه نوع نظری بوده؟ گفت نظر در حد خیلی بالاست. نوشته این آدم در تمام دوره عضویتش در حزب یک اشتباه تشکیلاتی نکرده راجع من. میگفت من همچنین نظری در کار من کار هیچ کس ندیدم و من اینو به شما به من گفت به عنوان یادگار به شما میدم، حق ندارم بگم ولی به عنوان یادگار چون از شما از من گفت خوشش آمده ارادت پیدا کرده، من به شما میگم که یک همچین نظری درباره پرونده شما هست. خب آقای افشار، شما چگونه تونستید از مسکو به برلن غربی مسافرت کنید و مهاجرت کنید؟ من در مسکو در نتیجه البته بیشتر هم زیر نظریات کامبخش بود. کامبخش هم همین نظریات درباره من داده بود. این نظر نمیتونه بدون نظر کامبخش باشه. درست. هیچ کس درباره اش نظر بدون نظر کامبخش نبود. هیچ کس در حزب توده از رجال و رهبر تا پایین. در اونجا من گمان میکنم که حزب توده در این نظر شرکت داره. ملاحظه فرمایید موقعی که من درخواست کردم از اونجا که من اجازه بدن با حزب توده موافقت کردن با من که به غرب بیام، کامبخش و دیگر رهبر دو نفر دیگه موافقت کردن که من بیام به غرب، چون من گفتم که من به DDR نمیخوام برم، میخوام برم به غرب. ولی مشکل اینا موافقت میکردن در مشکل موافقت میکردن. من گفتم اگر ممکن باشه و شما صلاح دیدین فعالیت حزبی هم میکنم، اما اگر شما صلاح دیدین، تا آخرم صلاح ندیدن. پس شما موقعی که به برلن غربی آمدی به هیچ وجه فعالیت سیاسی نداشتم؟ فعالیت کمونیستی نداشتم ولی به طور کلی مربوط بودم. بله. این بود که من وقتی درخواست کردم به من بدون هیچ به اصطلاح مانعی اجازه دادن. بله. آقای افشار، شما برگردیم به تاریخ انقلاب، یعنی 1357 یا 1979. بله. اون موقع در برلن غربی بودید. 1979. بله. شما در برلن بودید در موقع که در ایران انقلاب شد؟ شما در مسکو بودید یا در برلن بودید؟ نه، برلن بودم. در برلن بودید. خب پس از چند ماه میبینید که سران حزب به ایران باز میگردن. بله. شما در ارتباط بودید؟ نظر؟ بله. بله. چه نظری داشتید؟ اون اولا میدونیم که کسانی که افسرهای ما و کسانی از حزب که رفته بودن، رهبران حزب که به ایران رفته بودن که بعد اعدام شدن، اونها با من مربوط بودن. بله. مربوط بودن. بله. و تکراراً از من خواستن به وسائلی که من هم برم اونجا با اونا همکاری کنم. من حاضر نشدم. بله. من تنها جوابی که به اونا دادم گفتم جایی که ملا اونجا باشه، آخوند باشه، من اونجا کار نمی‌کنم. بله. بله. ولی مسئله اینجوری بود که تعجب جا بود که حزب کمونیست هم این اشتباه رو کرد. خب برای من این نکته جالبه که این تصمیم گیری از کجا شروع شد که اعضای حزب کمونیست مخصوصا رهبرانشون به ایران بازگردن و بعد فعالیت رو در اونجا شروع کنن؟ چون من مصاحبه های تلویزیونی و اقرارهایی رو که کردن در اونجا دیدم و دارم نقل رو. اینها همونطور که شما قطعا مطلع هستید، اینها یک عده در درون حزب که اکثریت داشتن
توافق کردند که در ایران شرایط مناسب است برای این کار. ملاحظه میکنید؟ و بدبختانه حزب کمونیست اتحاد شوروی هم اینو تصدیق کرده بود. و اینها رفتند به اونجا، به ایران. و میدونید که تشکیلات درست کردن، تابلو زدن، تبلیغات میکردن و آخوندها هم کاملا برنامه شون این بود که اینها رو خام کنن، شناسایی کنن و بعد هم خام کنن که اینها درست شناخته بشن و گفته هاشون هم بگن سند باشه که بعد اقدام کنن. ملاحظه میفرمایید؟ ولی تنها کسانی که مخالفت کردن با این نظر وقتی برگشتن، رفتن چند روز در تهران بودن برگشتن، یکی کامبخش بود، بعد از اون من دیدمش، یکی اسکندری بود، یکم رادمنش. رادمنش و اسکندری به من گفتن اونجا جای ما نیست. میدونید با تحقیقات دقیقی که انجام گرفت متوجه شدن که حزب توده ایران در سرآغاز انقلاب ایران 1979 هیچ پایگاه مردمی در ایران نداشته. یعنی نیروی مردمی رو در دست نداشته. درست نقطه مقابل آخوندهای ما که تمام مساجد و مردم داشته. نه من این راجع به این مسئله اطلاع یعنی بررسی هایی نکردم، نمیتونم اظهار نظر بکنم. اما به شما میتونم اینه بگم که فقط کامبخش و اسکندری و رادمنش موقعی که برگشتند در همین برلن من دیدند. کامبخش مسائل رو جویده میگفت، رسان نمیگفت چیزی. اما اسکندری و رادمنش گفتن اونجا جای ما نیست. گفتن پس این افسرهای ما تکلیفشون چی میشه؟ گفتن دیگه اون از ما نپرس، ما نمیدونیم. حالا هر سه اینها فوت کردن، درسته؟ بله، هر سه مردن. بله، هر سه مردن. ولی عده زیادی از افسران در ایران ترور نشدن یا کشته نشدن؟ خب اونایی که تونستن یک جوری لیز خوردن. ولی اونها از کسانی مثل اینکه صورت داشتن، کسان معینی رو اعدام کردن. شما با آقای عمویی چقدر آشنایی داشتید؟ با عمویی من از دور آشنایی نداشتم، اصلا رسما آشنایی نداشتم. فکر میکنم ایشون هم آذری بود اگر اشتباه نکنم. شاید، ولی من با ایشون اصلا از نزدیک آشنا نبودم. صحیح. نه چون بودن از تعدادی از اعضای حزب که جمهوری اسلامی یعنی ملایان اونها رو به محاکمه کشوندن و بعد جلوی دوربین تلویزیونی بردن. اینا رو همه رو من همه رو شنیدم دیگه. همه رو خوندم. همه رو خوندید؟ همه رو خوندم. ما از چند راه با مواد شوروی، سفارت شوروی در ایران ارتباط داشتیم. این راه مستقیم من خودم ارتباط داشتم به وسیله دو نفر که در موقع شتمن دورانی یه نفر بود وقتی او مریض شد و دیگه نتونست، بعدم زندانی شد، یه نفر دیگه جای بود. ولی برای احتیاط که اگر امکانات اینطوری که آسان‌تر بود از راه خانه تجارتی شوروی، خانه بازرگانی شوروی، نمایندگی بازرگانی شوروی، اگر این از بین بره، اونها پیشنهاد کردن که ما یک نفر رو به عنوان ذخیره و احتیاط معین بکنیم. من با دوستمون خسرو مشورت کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که شاهرخ جهانگیری رو برای این کار نامزد بکنیم و قرار ارتباطشون رو گذاشتیم و این ارتباط ذخیره‌ای بود. یکی دو بار کارای جزئی به وسیله ایشون انجام گرفت ولی بیش از این نبود. این برای اون بود که اگر روزی امکاناتی یه ما از بین بره و یا ما مجبور بشیم مخفی بشیم و نتوانیم
اون سهولتی که در سابق ممکن بود رابطه‌ای داشته باشیم و یا رابطه‌ای که از راه دیگه‌ای از راه خسرو وجود داشت اونم از بین بره، مثل این که یه مدت ترتیب شد، اون وقت از این امکان استفاده بود. و من واقعا تأثیر و کسانی هم که با من الان یادم نیست چه کسانی بودن که اون موقع با من راجع به موضوع صحبت کردن، از من پرسیدن، گفتم که اگه از من میپرسین اونجا نریم. و بعد چند نفرشون من تلفن کردن که آقا جون ما رو خریدی. ولی کلن نظر شما رو آقای افشار میخوام راجع به این تغییر و تحول اخیر ایران بدونم. به هر حال این اتفاق رخ داده و یه انقلابی در ایران رخ داد. بله. که ملایان رو به دست گرفتن، نامش رو هم انقلاب اسلامی گذاشتن. سوال اصلی من از شما که یک فعال سیاسی بودید سالها در ایران و بعد در خارج از کشور به عنوان اپوزیسیون، برداشت شما چگونه است از این تغییر و تحول؟ یعنی این حزب توده‌ای که 1317 با ارانی در ایران فعال شده بود و بعد فعالیت خیلی بازی هم داشت و بعدها مجبور شد زیر زمینی کار کنه و شما بعدن در آذربایجان و استقلال و بعد فرار از ایران یا دوری از ایران هرچی نامش رو بگذاریم و سالها در غربت گذروندن، کل مجموعه رو شما چگونه میبینید؟ من میخوام ارزیابی شما رو بدونم. من میخوام یک موضوع رو خدمتتون عرض کنم و اون موضوع اینه که این برنامه که امروزه در ایران هست، حالا چقدر بوش و کنارش هم همه رو موافقن یا موافق نیستن، برنامه بود که اشتباهات محمد رضا شاه انگلیس ها رو وادار کرد به این برنامه. محمد رضا شاه تمام خرید ایران رو از انگلستان برید، با امریکا بست و بیشتر مناسبات، حتی چند بار در جاهای معین آشکارا راجع به انگلیس ها مسخره بازی، یعنی حرفای سخرآمیز هم گفته بود. ولی نمیخواد بفرمایی که به هر حال بدون شک مؤثر بوده اقدام انگلیس در رابطه با تغییر و تحول ایران، ولی صرفا فقط روش انگلیس نبوده که در ایران یک رژیم جا به جا شد. یعنی شما نقش ملت رو تقریبا صفر میدونید؟ من نقش ملت رو به عنوان خودخواه، یعنی چی نقش که خودش انجام داده باشه، صفر میدونم. هیچ کس حاضر نبود که چنین اجتماعی داشته باشه در ایران. پس فقط ملت دنبال رویی کرد؟ ملت دنبال رویی و نادانی کرد. نادانی کرد، به خصوص کسانی که ظاهراً اسم استاد داشتن. ملاحظه میکنید اسم استاد و رهبر و اشخاص فهمیده داشتن چند تن بودن، یکی از اینها بازرگان بود که باعث اشتباه بسیاری از جوانان ایران شد. اونا فکر میکردن این آقای بازرگان که استاده و انسان ملی هم استاده هست و اطلاعات داره و شخصیت ملی هست، واقعا حرفاش ارزش داره، در صورتی که این بدبخت آخر آخوند و مذهب رو نشناخته بود، مذهب رو اصلا نشناخته بود، مسلمان بود تا آخر، مسلمان واقعی بود، نه مذهبش شناخته بود و نه اسلام رو. بله. و یکی از کسانی که البته نظیر اونم چند تا شاهد بودن، ولی و این آقای مهندس بازرگان یکی از کسانی است که نقش بزرگی بازی کرد. من از خیلی ها شنیدم گفتن که ما دنبال روی بازرگان شدیم و اشتباهمون مجنون به اونه. من از اشخاص شنیدم. ولی آقای افشار، به هر حال حزب توده ایران بیش از 50 سال فعالیت سیاسی کرد و به هیچ نتیجه ای نرسید. آیا آینده ای هم شما براش میبینید؟ حزب توده ایران رو من آینده ای نمیبینم براش. اون حزب رو نمیبینم. مگر اینکه عوض بشه. اون حزب رو نمیبینم. و اینجا در ضمن اینم میخوام عرض کنم
که شما شاید راجع به موضوع چش انگلستان آیا این دستگاه رو به وجود آورد یا نه، شاید یک کمی فرمایشتون جوری بود که منسه به نظر می آمد که اون تنها نبوده. من تصویر میکنم که اون تنها نبود. بدبختانه یکی از کسانی که ایران رو به ایرز انداخته امریکاست. بدبختانه. و امریکا تنها ایران نیست. تمام اشتباهاتی که شده الان، شما اگه تاریخ نگاه کنید، تمام اشتباهاتی که شده که خودشون کردن یا دیگران رو وادار کردن بکنه، بیشتر مایش اینا هستن. ولی در چند کتاب که اخیراً چاپ شده و مخصوصا یکی از اونها توسط رئیس کاگبه در انگلیس چاپ شده، نقش شوروی هم کم نبوده. اونها هم خیلی موافق این بودن که رژیم شاه سرنگون بشه، چون رژیم شاه به هر حال طرفدار آمریکا بود و برای شوروی یک رژیم دشمن به حساب میومد. ولی اینجوری نه. من خیال نمیکنم که کمونیست‌ها چنین اشتباهی کرده باشن که بخوان ایران رو وضعش رو اینجور عوض کنن که کاملا دست امریکا بیفته. این گمان نمی کنن. نه، میخواستن از دست امریکا خارج بشه. از دست امریکا خارج بشه، بله. ولی خب به طور کلی این به نظر من، این نظر رو من نمیتونم با راجب این نظر موافقت بکنم. بکنم. ولی موافق حزب کمونیست شوروی موافق تغییر و تحول در ایران بود. موافق تغییر و تحول بوده، ولی نه به این صورت. نه به این صورت. و اگر جسارت بکنیم بخوایم بگیم، باید گفت حزب کمونیست شوروی در این برهه از زمان دچار اشتباهات بزرگی هم شده درباره ایران. بله، فعالیتش به هیچ جا نرسید. دوچار اشتباهات بزرگی شده حتما. بله، برای اینکه تقریبا در بست تمام چیزهایی که اونا ساخته بودن تحویل آخوند دادن. آیا حزب کمونیست موافقت میکرد؟ نه، درسته. این ممکن نبود. حالا اگر اینجور فکر کنیم که اون موقع وضع حزب کمونیست خودش جوری بوده که خودش دچار این اشتباه شده، چون حزب کمونیست وضعش اون موقع خوب نبود. آقای افشار، شما به عنوان یکی از رهبران فرقه دموکرات و معاون پیشوری چند سال قبل ایران رو ترک کردید و به خارج از کشور مهاجرت کردید؟ 60 سال قبل؟ عرض کنم که شاید 57 سال باشه. 57 سال قبل. طی این 57 سال هیچ وقت به ایران باز نگشتید؟ نه خیر. چه احساسی نسبت به ایران دارید؟ اجازه بدید که حالم جا بیاد. سوال عجیبی کردید. آیا میل به بازگشت به ایران در شما بوده؟ همین که برز شما برسونم، بعد ارزیابی کردید آیا چقدر ارزش داشته این فعالیت‌های سیاسی اجتماعی در یک برهه از زمان که متأسفانه به هزار و یک دلیل بی نتیجه ماند و عده زیادی سرگردان شدن در اون دوران، در دوران آغاز مشروطیت که استبداد صغیر بهش میگفتن، باز آنچنان بی نتیجه نبود، ولی در دوره بعد از ترور شاه 1327 که عده‌ای از کمونیست ها مجبور شدن کشور رو ترک کنن و حزب توده غیر قانونی اعلام شد. خب اینا مسائلی است که داوریش خیلی مشکله. دقیقاً. ولی خب من با شما میخوام روی ترازو بگذاریم ببینید چقدر ارزش داشت. خیلی داشته. بسیار مشکل داوری بکنیم برای اینی که شاید یک نتیجه بتونیم بگیریم که حوادث باید این راه رو سیر میکرد، منتها عواملی در جریانات بوده که این راه ها رو در فراز و نشیب انداخته. شناخت از اون عوامل در رهبران احزاب مختلف کم بوده،
هم در حزب توده، هم فرقه دموکرات، هم جبهه ملی. بسیار کم بوده، بسیار کم بوده. و به ویژه اینی که مثلا در ایران ما واقعا آدم نگاه میکنه میبینه شناخت شاه و دستگاه ایران از آمریکا صفر بوده. دقیقاً بزرگترین اشتباهی که در تاریخ اینا کردن همین اشتباه. و موقعی که کشور توسط یک نفر رهبری بشه میتونه به سرنگونی بیانجامه. اگر یک فرد در اون بالا نباشه، اگر گروه حکومت بکنن، اگر احزاب مختلف در کشور باشن، نمیتونه اینطور. الان خیلی ها هستن که میدونین که اصلا اینجور میگن که شاه را خدا بیامرزه، ولی یک مسئله هست و اون اینه که حالا اگر هر فکری دربارش میکنن ایران ما رو شاه به باد داد. من با شما کاملا هم‌عقیدم. ایران ما رو شاه به باد داده روی نادانی و مذهبی بودن خودش، به خصوص مذهبی بودن خودش ایران ما رو به باد داده. خب یکی به این روز انداخته. حالا یه فرمود این که راجع به ایران چه رو فکر میکنی، اجازه بدین من یه شعری که راجع به ایران گفتم بخونم براتون. خیلی خوشحال میشم. که شاید تمام عرای زمان دیگه برسونه به شما. من اولا شاعر نیستم، فقط در مسائل میهنی شعر میگم. اگر این رو برای مردم ایران گفتیم از طرف خود شما رو به دوربین بفرمایید که تماشاگر خودش رو حس بکنه دارید برای ایشون میگید. هماره دل گروی کنجا شیان دارم، هزار ریشه در آن خاک باستان دارم. به رغم دشمن ایران همیشه خندانم، ز دوری وطن آکنده غم نهان دارم. هماره پاک نهاد و درست کردارم، اگرچه بر کف و لب جام شکران دارم. مرا به کعبه و دین عرب نیازی نیست، که کعبه وطن و دین راستان دارم. هزار سال گذشت و ز مسجدم ره نیست، که مهر پاک اهورای جاودان دارم. کلید باغ بهشت از امام شهر مخواه، که لیغوان و نشابور و اصفهان دارم. خوشا کناره کارون و زنده رود و خزر، به آب پاس بسی گوهر گران دارم. زر سفید و سیاه هم ز مرز بیرون است، به زیر خاک سیه گنج شایگان دارم. به سرزمین دلیران آذری نازم، رهایی از غم خودخامگی از آن دارم. ز پشت پیلتن و توس و گیو و گودرزم، نشان ز کوروش و دارا و اردوان دارم. ببینید آقای جانشالو افشار برای رجوع به حافظه خودش با انگشت در بشقاب، درست مانند یک جستجوگر کامپیوتری در هارد دیسک، یعنی حافظه کامپیوتریش، لغات گم شده را جستجو می کند. اجازه هست که خواهش بکنم شما حافظتون که فوق العاده بود. ادامه این مصاحبه در هفته آینده توجه کنید. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.